اتریوم دو رو حتما ازش شنیدین داستان مرد شدنش ماه هاست که همه رو درگیر خودش کرده توی ویدیو گذشته کمی در مورد اتریوم دو صحبت کردیم لینکش این بالا هست میتونیم ببینین اما این جلسه میخوایم در مورد این صحبت کنیم که با نگاهی به بازار آنچین و به بازار مشتقات آیا میتوان حد زد که حداقل انتظار شرکت کننده های حرفه تر بازار از مرج اتریوم دو چی هستش آیا اون داستان معروف شایع رو بخر خبر رو بفروش قرار تکرار بشه یا این دفعه قرار تفاوتی داشته باشه امروز میخوایم نگاهی به آنچین اتریوم نگاهی به بازار مشتقات مهمتر از همه داشته باشیم و سعی کنیم که پاسخ به این سوال که بالاخره اتریوم چه خواهد شد رو در بیاریم با ما همراه باشیم خب سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه وردیا هستم از آکادمی گنج و بریم سری سراغ اصل مطلب قبل اینکه شروع کنیم من بیشتر این اطلاعاتی که میخوام امروز بهتون نشون بدم رو از سایت گلاس نود براتون دارم میارم اما قبل از که سراغ چارت ها بریم یه نگاهی بیایم بندازیم به داستان فورک کلمه فورک رو قبلا شاید شنیده باشیم به معنای چنگال هستش میدونیم که زمانی که یک تغییر نسبتا بزرگ در یک بلاکچین وقتی میخواد اتفاق بیفته بلاک چین چیه یک مجموعه از بلوک هاست که همجوری پشت سر هم قرار میگیرند که وقتی قانون این که چه بلوکی قابل قبول هستش این قانون وقتی تغییر میکنه مثلا در سیستم در واقع لایت کوین رو اگر بیایم نگاه بکنیم یا بیت کوین کش رو بیایم نگاه بکنیم مثلا لایت کوین اومد گفتش آقا حجم بلوک ها به جای 1 مگابایت بشه 4 مگابایت یک قانون جدید گذاشت وقتی یک قانون جدید گذاشته میشه اتفاقی که میفته اینه که آدم ها ماینر ها و استفاده کننده ها به دو قسمت تقسیم میشن یه قسمت کسانی که قانون جدید رو قبول دارن یه قسمت کسانی که قانون قدیم رو قبول دارن و این اتفاق بهش هارد فورک گفته میشه توی ویدیوهای قبلی راجع به هارد فورک, فورک، و صحبت کردیم موضوع بحث اینجا نیست اما اتفاقی که داره برای اتریوم و اتریوم دو میفته اینه که یکی از تغییراتی که داره به وجود میاد اینه که داره از سیستم پروف آف ورک به سیستم پروف آف استیک تغییر میکنه و خب این یه قانون جدید هستش برای درست شدن بلاک ها و قانون است که دو تا گروه میتونه افراز بکنه استفاده کننده های شبکه اتریوم رو این افراز شدن چه معنایی میتونه داشته باشه این فورک شدن هارد فورک شدن چه معنایی میتونه داشته باشه در گذشته و حالا به طور خاص به بیت کوین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این فورک ها معمولا جفتشون زنده میمونن حتی خود اتریوم هم از اگه شما نکنم سال 2016 یا سال 2017 یک فورک یک هارد فورک رو تجربه کرد و اتریوم کلاسیک و اتریوم عادی به وجود اومدن چه اتفاقی میفته اگر فورکی که تشکیل میشه ماینرها دوستش داشته باشن اگه ماینرها بخوان ادامش بدن بخوان اصطلاحاً پروف آف ورک روش بسازن و زنجیره رو طولانی تر کنن اون فورک زنده میمونه و فورک دیگر هم اگر استفاده کننده کافی نود کافی و ماینر کافی داشته باشه اون هم زنده میمونه و چه اتفاقی میفته وقتی که این فورک صورت میگیره اگر به عنوان مثال شما صاحب یک دونه بیت کوین بودین زمانی که لایت کوین شکل گرفت اگر شما کام سال 2011 اگر یک دونه بیت کوین داشتین توی در کی داشتین که برای بیت کوین بود بعد از فورک شما هم بیت کوین داشتین هم لایت کوین داشتین همون پرایوت کی رو همون کلید خصوصی رو میتونیم برای جفت شبکه هایی که ازش هارد فورک شده استفاده بکنیم وضعیت مشابهی برای اتریوم کلاسیک وجود داشت وضعیت مشابهی برای بیت کوین کش و بقیه فورک که میشناسیم وجود داشت بسیار خب پس این یک موضوعی است که حالا این وسط داره اتفاق میفته در داستان مرج شدن اتریوم و آپگرید شدن اتریوم و خواهید دید در روزهای آتی الان هم چند تاشون بیرون اومدن توکن های مختلفی که این در واقع فورک ها رو پشتیبانی میکنن من به طور خاص پیشنهادی برای این موضوع ندارم اصل موضوعی که میخوایم رو صحبت کنیم اصلا کلا چیز دیگه است اما به شخص پیشنهاد نمی کنم مخصوصا برای دوستانی که شاید خیلی وارد به این داستان ها نباشن خیلی در... نخوان درگیر در واقع نویسی پشتش بشن یا اصلا میگم دنبال کردن اینها و پیدا کردن اون توکن واقعی که این فورک باشه در سری خاص خودشو داره اگر واقعا معتقدیم این که فورکی فر... اتفاق خواهد افتاد و میخواین که جفت توکن ها رو داشته باشین درستش اینه که اتریوم رو, رو روی ولت داشته باشین و پرایوت کیش رو داشته باشیم و موقعی که فورک اتفاق بیفته اون پرایوت کی قاعدت هم باید روی دوتا شبکه عمل بکنه ممکن هم هست فورکی اتفاق نیفته پس اینو گفتم صرفا که بذاریمش کنار امروز میخوایم به موضوع خیلی جالب تری بپردازیم میخوایم به, به یه بازار و مشتقات نگاه بکنیم و به بازار آنچه نگاه بکنیم و تشخیص بدیم که آیا قیمت گذاری که داره صورت میگیره برای اتریوم در آینده نزدیک آیا به سمت مثبت هستش آیا انتظار میره که مرج اتریوم مرج اتریوم دو واقعی مثبتی برای قیمت اتریوم باشه یا واقعی منفی باشه از چی شروع میکنیم؟ اول از همه باید بیایم با بیت کوین مقایسش کنیم بیت کوین رو به عنوان زمینه انتخاب کنیم به عنوان اصطلاحا هم بیس لاینمون انتخاب کنیم ببینیم واسه بیت کوین چه رفتاری در واقع داره دیده میشه و سپس میایم اتریوم رو باهاش مقایسه میکنیم اولین نقطه شروع نگاه کردن به اوپن اینترست یا فیوچر اوپن اینترست هستش به طور خلاصه داره نشون میده که این نمودار که چقدر در واقع پوزیشن لورج توی بازار وجود داره اغلب مواقع وقتی این نمودار رو میبینیم به واحد دلار هستش وقتی به واحد دلار هست شکلش تقریبا شبیه چی است شکلش تقریبا شبیه قیمت خواهد بود اما این نموداری که اینجا داریم میبینیم به واحد بیت کوین هستش و این باعث شده که در با... چون به واحد بیت کوین داریم میبینیم شکلش طبیعتا متفاوت هست و میتونیم ببینیم که مقدار خیلی زیادی افزایش چی داریم افزایش علاقه رو داریم میبینیم به بازار فیوچرز دقیقا این آپشن ها نیست بازار فیوچرز بیت کوین بر واحد بیت کوین طبیعتا کم شدن و قیمت هم توی این بی تاثیر نیست 100 هزار دلار چند ماه پیش خیلی بیت کوین کمتری بود تا الان و خب این این هم میتونه دلیلی باشه بر بالاتر رفتن این عدد پس به طور خلاصه چی داریم میبینیم داریم افزایش open interest در فیوچرز بیت کوین میبینیم خب تا اینجاش خوب حالا شما وقتی میخواین که فیوچر باز بکنین دو تا آپشن دارین کلاترالتون یا اون پولی که گیر میذارین یا میتونه تتر باشه یا میتونه کریپتو باشه میتونه بیت کوین باشه و این نمودار داره درصد چیو نشون میده درصد اوپن اینترستی که مارجینش کریپتو بوده اِقرار میکنم درصد اوپن اینترستی که مارجینش کریپتو بوده یعنی این همه باز... این همه معامله فیوچر بازه چند درصدشون پشتوانهشون بیت کوین هستش چند درصدشون پشتوانهشون دلار یا استیبل کوین های دیگه هستن همونطور که میبینیم توی سال 2021 پیک واقعی دو سال 2021 صحبت کردیم در مورد اینکه داریم میبینیم که بیش از 65 ش... 70 درصد در واقع اوپن اینترست از مارجین کریپتو بوده مارجین بیت کوین بوده اما الان چیزی بین 38 تا 40 درصد 42 درصد در واقع این مارجین کریپتو هستش این رفتار طبیعی بر مارکت هست و اینم یک دلیل دیگه ای برای اینکه ما میگیم آقا بر مارکت بیت کوین اینجا شروع شد هرچند بیر متوجه شدیم ولی بله خب آنچه این حداقل داره بهمون نشون میده که اینجا شروع شد در مورد این میخوایم بیشتر بدونیم ویدیو بالا رو ببینید ولی رفتار طبیعی بر مارکت ها رو داریم میبینیم حرکت به سمت دلاری بیشتر و طبیعتاً در واقع مارجین دلاری بیشتر به جای کریپتو این ریزش رو ایجاد کرد. اما بریم سراغ باز قسمت جالب بازار مشتقات. شما اگر بخواین که در واقع قرار داده فیوچری که معمولاً شاید میشه توی بایننس توی کوکوین اصلا هم پرپچوال فیوچر فیوچرهایی که تاریخ انقضا ندارن اما اغلب فیوچرها ها تاریخ انقضا دارن توی بازار کلاسیک توی حتی کریپتو اغلبشون بازار تاریخ انقضا دارن و داستان پرپچوال فیوچر یک در واقع نوآوری جدیدی بود که اگه اشتباه نکنم بیت فینکس ابتدا در سال 2016 ایجاد کرد سراغ تاریخش نمیریم پس اینجا داریم چی رو نگاه میکنیم؟ اینجا داریم فیوچر هایی رو نگاه میکنیم که واقعا تاریخ انقضا دارن و وقتی به اینها نگاه میکنیم محور افقی زمان رو نشون میده این می 2023 هستش این ابتدای سال 2023 هستش این هم اینجایی که الان هستیم و محور عمودی قیمت رو داره نشون میده چی رو داریم میبینیم؟ داریم میبینیم که در زمان که میریم جلو قیمت چی میشه؟ قیمت بالاتر میره پس الان اگر شما بخواین بیت کوینی رو در آینده بخرین قیمت آینده بیت کوین الان از قیمت الانش کمی بیشتر هستش نکته مهم اختلاف خیلی کمه این نمودار شکل نمودار گولتون نزنه اینجا 23,150 رو اینجا 23650 یعنی کل بالا تا پایین نمودار 500 تا فرق میکنه و این یعنی نشون میده که بازار انتظار چی رو داره بازار انتظار یک استیبیلیتی یک ثباتی رو داره تا انتهای سال و حتی تا سه ماهه اول چهار ماهه اول سال بعد پس این از بیت کوین خب حالا بیایم مقایسه کنیم بیت کوین و اتریوم رو اینجا داریم دوباره به اوپن اینترست نگاه میکنیم اما این بار اوپن بازار آپشن ها اوپن اینترست آپشن ها رو داریم نگاه میکنیم و خب هم رفتار و به دلار هم داریم نگاه میکنیم یادتون بیادین این اولی که نگاه کردیم به بیت کوین بود این الان خط قرمز رنگ همون هستش ولی چی ولی به دلار میبینید که چقدر هم هماهنگی داره کوریلیشن داره با قیمت و برای همه تقسیم بر قیمتش کرد. خب اولین چیزی که میتونیم ببینیم اینه که قله کجا زده شد قله تقریبا اینجا زده شد قله بعدی توی اوپن اینترست اینجا زده شد و الان خیلی خیلی پایین تر هستیم الان حدود 35 درصد از اون پیک اوپن اینترست برگشتیم پایین تر توی بیت کوین اما وقتی به اتریوم نگاه میکنیم وقتی میایم اینجا به اتریوم نگاه میکنیم توی ببینیم که در حال حاضر نه تنها از بیت کوین جلو زدیم نه تنها اینجا از بیت کوین جلو زدیم بلکه آل های جدید نزدیک آلتایم های جدید هستیم نشون میده که تریدر های زیادی دارن از آپشن ها استفاده میکنن و اوپن اینترست حاضرن پرداخت بکنن برای اینکه از آپشن ها استفاده بکنن برای اینکه ریسک مرج شدن اتریوم رو بتونن مدیریت بکنن و کنترل بکنن و این چیزیه که انتظار داشتیم هیچ اتفاقی برای بیت کوین قرار نیست بیفته در یک دو ماه آینده اما برای اتریوم قراره که این داستان مرج صورت بگیره و طبیعیه که آپشن ها در واقع اوپن اینترست بیشتر باشه پوزیشن های آپشن باز شده قرارداد های آپشن باز بیشتر از بیت کوین باشن خب حالا بیایم کمی دقیق تر نگاه بکنیم میخوایم نگاه بکنیم به این آپشن به اوپن اینترست این آپشن ها بر حسب استرایک پرایس اگر کلماتی که دارم میگم من یه لحظه پاز بکنم دوستان اگر چیزایی که دارم میگم آپشن اوپن اینترست استرایک پرایس این کلمات براتون عجیبه کاملا طبیعیه به حال بخش پیچیده تر بخش حرفه‌ای تره بازار هستش چه بحث آنچین چه بحث مشتقات من کاری که کردم این بود که چون نمیتونم توی همه ویدیو ها بیام همینا رو توضیح بدم دوره آموزشی تحلیل آنچین جلسه هشتم و حتی بخشی از جلسه نهم ما به طور خاص به بازار و مشتقات میپردازیم میپردازیم به این تک تک این جملاتی که دارم میگم پرپچوال فیوچر غیر غیره همه اینا رو قشنگ و ترتمیز تعریف میکنیم و راجبشون بهشون صحبت میکنیم پس اگر اطلاعات بیشتر میخوایم حتما یه سری به دوره تحلیل آنچین گنج بزنید جلسه اولش هم رایگانه میتونید که ببینید برگردیم سر اینجا خب پس داریم به آپشن اوپن اینترست با استرایک پرایس اتریوم نگاه میکنیم محور عمود محور افقی داره استرایک پرایس رو نشون میده اون قیمت نهایی قیمت استرایک آپشن ها رو داریم میبینیم و برای چه تاریخی به طور خاص برای تاریخ 3 سپتامبر 22 قیمت الان رو اینجا داریم میبینیم 1700 دلار حداقل از زمانی که این چارت ساخته شده و دو آپشن داریم آپشن پوت داریم آپشن کال داریم پوت آپشن کال آپشن ها این هستن که شما در یه تاریخ در آینده میتونید بخرید و پوت آپشن ها اونایی هستن که شما میتونید بفروشین در یه تاریخی در آینده رنگ های مختلف اینجا داریم مشاهده کنیم و میتونیم ببینیم که اینا داریم چی نگاه کنیم، داریم اوپن اینترست رو نگاه کنیم، داریم نگاه کنیم که چقدر آپشن وجود دارد اینجا مثلا میتونیم ببینیم که یه اوپن اینترست 112 میلیون دلاری وجود دارد برای آپشن هایی که در در انتهای دسامبر سال 2022 اجازه خرید اتریوم اجازه فروش اتریوم در 5 هزار دلار رو دارن میدن و از این طرف هم میتونیم تا پایین تر ببینیم این این پایین ترها چی هستن این پایین ترها اصطلاحا ریسک پایین اومدن بیت کوین رو پایین اومدن اتریوم رو دارن هج میکنن و اینایی که قیمت بالاتر هستن ریسک بالاتر رفتن اتریوم رو دارن هج میکنن یک مفهومی در بازار آپشن تعریف میشه به نام مکس پین مکس پین چیه مکس پین ماکسیمم درد میگه آقا اگر در سی در این تاریخ در تاریخ استرایک در 30 سپتامبر 2022 اگر قیمت اتریوم چی باشد همه ضرر میکنن همه این آپشن ها بدون فایده اکسپایر میشن یا منقضی میشن خب کی موقعی که قیمت 1350 تا باشه آیا لزوما قیمت این خواهد بود نه اما اگر توی این قیمت باشین اگه یه ذره از قیمت های این روزها پایین تر باشین تقریبا همه آپشن هایی که وجود دارن بدون فایده اکسپایر خواهند شد خب پس میتونیم ببینیم که کال آپشن ها کال آپشن این سبز رنگ ها چی هستن خیلی سنگین هستن خیلی ها انتظار قیمت های بالاتر رو دارن و هم مقدار از روی مقدار اوپن اینترست مقدار حجم معاملاتی که به این سمت باز شده رو میشه دید بسیار خب مفهوم دیگه ای که میخوام روش صحبت کنم بحث اسمایل هستش یا لبخند اینو توی دوره صحبت نکردیم ولی خب میتونه خیلی جالب باشه لبخند چی رو داره نشون میده میگه که آقا شما برای اینکه بتونید آپشنتون رو باز کنید گفتیم توی جلسه نهم توضیح دادیم نیاز به چی دارین نیاز به یک پریمیوم دارین شما دارین با من مثلا میگن قرارداد میبندیم که آقای فلانی من میخوام انقدر اتریوم به این قیمت در فلان تاریخ از شما بخرم آیا تضمین میکنی؟ من میگم آقا بله تضمین میکنم به شرطی که شما یه پولی به من بدی پریمیوم رو به هم بدی و این نموداری که داریم میبینیم داره چی رو نشون میده داره این پریمیوم رو نشون میده که به چه شکل هستش آیا در هر قیمت برای آپشن هایی در هر قیمت به چقدر پریمیوم باید داده بشه و چی داریم میبینیم چیزی که میتونیم ببینیم بزنین از این یکی شروع کنم این برای دو تاریخ مختلف هست یه دونه برای تاریخ 30 سپتامبر 2022 رو داریم میبینیم یه دونه برای تاریخ 28 اکتبر پس آخر سپتامبر آخر اکتبر پس میخوام پس قبل از مرج بعد از مرج توی سپتامبر وقتی نگاه میکنیم این میخوایم, بش... میخوایم چه تئوری رو ببینیم درست یا غلط تئوری شایع رو بخر خبر رو بفروش میخوایم آیا قبل از خبر آیا همه انتظار قیمت بالاتر دارن و, و بعد از خبر انتظار پایین تر یا اینطور نیست پس اگر میایم به سی سپتام نگاه بکنیم یک شیب خیلی بزرگی توی این نمودار دیده میشه این نمودار محور افقیش چیه قیمته خب داره چی میگه میگه آقا اگر شما بخوای الان بیایید برای سی سپتامبر یه دونه کال آپشن بخرید در قیمت مثلا ده هزار دلار که اینجا هست شما باید این پریمیوم بیشتری بدی باید هزینه بیشتری بدی به اون کسی که میخوای باش آپشن رو بنویسی تا اگر بخوای یه دونه چی بگیری بخوای یه دونه آپشن کال آپشن بگیری در سه هزار دلار و این شیب مثبت نشون میده که چی نشون میده که یک بولیش بایاس وجود داره یک انتظار مثبت از بازار وجود داره در سی سپتامبر 2022 اما وقتی میای به سی اکتبر نگاه میکنین قضیه کمی متفاوت هستن تقریبا فلته خب اگه شیب این چنینی رو نمیبینیم شیب برعکس هم نمیبینیم اگه شیب برعکس میدیدیم یعنی چی نشون میداد تا حدی میبینیم ما این اوایلش میبینیم و این دقیقا هم نکته که میخوایم بهش برسیم شیب نزولی شیب سعودی به واسه میخوام شیب سودی چه معنی داشت؟ شیب سعودی به این معنی بود که آدما حاضرن پول بیشتری بدن تا اتریوم رو بتونن گرونتر در آینده بخرن در این تاریخ اما در این یکی تاریخ مردم حاضرن پول بیشتری بدن تا بتونن ارزونتر بخرن یا قبلی باید بفروشن باشه ولی مفهوم امیدوارم که متوجه شده باشه مهمتر از اون قیمت های بالاتر از قیمت الان به چه شکل هستش تقریبا فلت هستش خب نشون نتیجه خبر رو شایعه رو بخر قبل از اینکه اتفاق بیفته رو بخر و خبر رو بفروش پس این ضرب المثل اینجا داره کار میکنه بدون اینکه هنوز به خبر نرسیدیم من همیشه بارها بارها گفتم بار بازارها آینده نگر هستن چیزی رو در آینده دارن میبینن که چیزی که الان داره اتفاق میفته اونقدر کار ندارم بیشتر به دارن کار دارن که چه اتفاق در آینده داره میفته و اینو میتونیم ببینیم که تریدرها ها همین الانش شایعه رو خریدن و خبر رو فروختن با نگاه کردن به رفتارشون در آپشن ها و پول واقعی اینجا باید جابجا جا, جا بشه چون برای بستن اون قرارداد به حال باید پول بدین بسیار عالی چند تا مورد دیگه هم میخوام اشاره بکنم چند تا مورد دیگه هم میخوام اشاره بکنم اینو باد سر بیت کوین میگفتم اب نداره بیایم اینجا موضوع آخر بازار اسپات حالا اینا همه بحث بازار مشتقات بود بزنین کنار بیایم آن چین بریم روی اکسچنج ها بازار اسپات رو نگاه بکنیم مقدار اتریوم جابجا جا شده وارد و خارج شده به صرافی ها رو داریم میبینیم البته به دلار البته به دلار ولی مقدار اتریوم های وارد و خارج شده رو داریم میبینیم و میبینیم که درسته که الان خروج داریم از در واقع صرافی ها اما این سایز خروج اصلا قابل مقایسه نیست با اتفاقاتی که اینجاها داشت میافتاد خب و, حت... و کلا مقدار معاملاتی که داره روی اثبات انجام میشه بسیار بسیار کوچکتر هست از چی از مقدار معاملاتی که داره روی بازار مشتقات برای اتریوم انجام میشه اینجا یادتونه داریم به یه آلتایم های جدید میرسیم نزدیک آلتایم های اوپن اینترست ها هستیم اما از اون طرف هیچ خبری از پول های جابجا شده از صرافی ها اتریوم های جابجا شده از صرافی ها در بازار اثبات نیستش این نشون میده که ترس در بازار وجود داره به هر حال نگرانی وجود داره در افزایش اوپن اینترست میشه این رو دید در کاهش نسبی اتفاقاتی که روی اسپات داره میفته اینو میشه دید و این ترس به شکل شایعه رو بخر و خبر رو بفروش هستش امیدوارم که ویدیو براتون جالب بوده باشه در صد درصد پیشنهاد میکنم دوره چین رو ببینید خیلی این مطالبی که دارم میگم یه بخش بالاخره کوچیکی از مباحثی است که در دوره بحث شد و مطمئنم که براتون جالب خواهد بود اگر این ویدیو براتون جالب بوده لایک کنید با دوستانتون به اشتراک بذارین اگر تا اینجا ویدیو رو دارین میبینین و دوره آنچین به نظرتون گرون هستش براتون میتونید که این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارین عکس به اشتراک گذاریتون رو برای من به ایمیل بردی و بفرستید و یه تخفیف خوب پیش من دارید ممنون از همراهیتون مراقب خودتون باشین و تا دیداری بعد خدا نگرد.